خبرها. ادامه نبردهای شدید در 5 شهر. سفارت امریکا به شهروندانش در افغانستان هشدار داد. مارشال دوستم هم اعلام وضعیت نظامی پیشنهاد کرده. امو بولا ایراتولا تو بشنو این زنه جان این مادره این شد سربازه ایرانی خلقات خیموش از بغل پول ابریشه مینار میدنو میگلونه. جدی شدن نگرانی کشورهای همسایه شمالی. دوشنبه از نیرومند شدن گروه های راسفگان زیر اداره طالبان نگران است. کابل چشم انتظار نتیجه نشست ویژه شورای امنیت سازمان ملل. برخی ها زیاد خوشبین نیستند. طالبان هم انتقاد دارند. زیان های جنگ جاری بر روند آموزش و پرورش. هفته پیش رو در دانشگاه های بیشتر باز می شود. ولایت هایی که دوردست از قریاجاتی که مثلا دوردست از تحت تصرف طالبان است و چگونه بیاید؟ و یافته های تازه در مورد موثریت واکسین کرونا. با گرفتن واکسین ایمنی بدن بهبود یافتگان به گونه چشمگیر افزایش می یابد. سلام و وقت و خیر، من بهرام امان هستم. در ادامه درگیری ها در مرکز ولایت جوزجان، بخشی از شهر شبرغان میان نیروهای امنیتی و طالبان دست به دست شده است. منبع‌های محلی در جوزجان تایید کردند که طالبان با گرفتن اداره زندان این ولایت تمامی زندانیان را آزاد کردند. در نیمروز هم پس از عقب نشینی مقام‌های محلی و امنیتی به ایران، طالبان مرکز این ولایت را در اداره خود گرفتند. همزمان مارشال عبدالرشید دوستم در دیدار با رئیس جمهور غنی پیشنهاد اعلام وضعیت نظامی در کشور را داده. در این حال پس از بریتانیا، امریکا هم از شهروندانش در افغانستان خواسته هر چه زودتر این کشور را ترک کنند. هادی سحر گزارش می‌دهد. برای دومین روز است که جنگ در داخل شهر شبرغان زادگاه مارشال عبدالرشید دوستم ادامه دارد. نیروهای امنیتی و بسیج مردمی به رهبری یار محمد دوستم کوچه به کوچه در برابر طالبان مقابله می‌کنند. این تصویرها که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود نشان می‌دهد که ظاهراً طالبان با گرفتن کنترل زندان این ولایت تمام زندانیان را آزاد کردند. خبرهای ضد و نقیصی از دست به دست شدن بخش‌های از مرکز این ولایت گزارش شده. اونا یک بار دیگر امروز بالای شهر شبرغان فشار خود را زیاد ساختن، به قسمت‌های از شهر داخل شدند، ولی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان با همکاری نیروهای تازه نفس ویژه و همچنان بسیج مردمی یک بار دیگر شهر شبرغان از وجود ترورستان پاکسازی خواهد کرد. در نیمروز هم پس از آنکه تمام مسئولان محلی و نیروهای امنیتی به ایران عقب نشینی کردند، طالبان در مرکز شهر ماناور برگزار کردند. باشندگان این شهر در میان مرگ و زندگی دست و پنجه نرم میکنند. با خدا بدترین بی‌عزتی است. با او الله قسم که می بی‌عزتی شرف داره که طالب مار بکشه، کل اگر رگبار کنه. اما مولا ایت الله تو بشنو. این زنه جان، این مادره، این شد سربازه ایرانی خلقات خیموش از بغل پول ابریشه مینار میدنه و میگلونه. ولی یاد خدای چی بدبختی است. نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان هم از طریق زمین و هم از طریق هوا بالای مواضع و مخفیگاه‌های طالبان افزایش پیدا کرده، به شدت طالبان زیر فشارهای نظامی قرار دارند و تلفات طالبان به مراتب افزایش یافته. با بدتر شدن وضعیت امنیتی در افغانستان، پس از بریتانیا سفارت آمریکا در کابل هم از شهروندانش خواسته که هر چه زودتر افغانستان را ترک کنند. از سوی هم مارشال عبدالرشید دوستم امروز با رئیس جمهور غنی در مورد وضعیت امنیتی کشور دیدار و گفتگو کرده است. آقای دوستم ضمن ارائه طرح امنیتی به رئیس جمهوری پیشنهاد اعلام وضعیت نظامی در کشور داده است. تمام مسائل و طرحهایی که از سوی مارشال دوستم برای رئیس جمهور افغانستان پیشکش شد مورد پذیرش و قبول هر ریاست جمهوری قرار گرفتند. تا روزهای نزدیک تحولات جدی در بخش نظامی کشور به وجود خواهد آمد. نیمروز از ولایت‌های مرزی است که ظاهراً بدون کدام درگیری جدی نظامی مرکز آن به دست طالبان افتاده است. اما جوزجان چندین روز است که در آتش جنگ می‌سوزد. جنگی که حالا در چند قدمی کاخ تنها مارشال زنده افغانستان رسیده است.
همین گونه در یک شبانه روز گذشته طالبان بر مرکز ولایت های بدخشان، تخار، قندوز و هلمند حمله کردند. همزمان با این طالبان مدعی اند که در منطقه آسانه در ولسوالی آبشار ولایت پنجشیر هم حمله های داشتند، اما مقام های محلی پنجشیر این ادعا را شایع می خوانند. شمار از باشندگان تخار بار دیگر در یک گردهمایی اعتراضی در کابل خواهان توجه حکومت مرکزی برای شکستن محاصره شهر طالقان مرکز تخار شدند. محور اصلی اعتراض باشندگان تخار در پایتخت این است که چرا دولت مرکزی عملیات شکستن محاصره طالقان را اجرا نمی کند. می پرسند که حکومت تا چه زمان می خواهد این شهر در محاصره طالبان بماند و هیچ کاری نمی کند. حکومت مرکزی می خواهیم که به حال و روز مردم تخار برسند، هرچند که فاجعه رخ داده است ولی فاجعه را بیشتر از این بدتر نسازند و تجهیزات و مهمات و افراد بفرستند تا شهر طالقان از محاصره رهایی یابد. ما از کدام درد بنالیم؟ از بی‌توجهی دولت خود بنالیم یا از ظلم طالب بنالیم؟ از برای خدا رویتان خدا ببینه، جهت خود را معلوم بکنید که مردم حسابش را معلوم بکنه که ای تابکه ای وطن، ای فرزندای وطن شهید شوه، مادر در فراق فرزند و طفل در فراق پدر و این ترتیب پیر و جوان در این جنگ خانمانسوز قربانی میتن. جنگ کاملا طالب و دولت در داخل شهر جنگ میکنه، این طرف راکت میاد، از طرف دیگه هم تیاره میزنن نیمشه و این تا جایی که من اول دارم 80 نفر ملکی مردم های غریب بیچاره که نتونستن خدا بکشن نیمشه و شهید شدن. در همسایگی تخار طالبان شب گذشته قصد تصرف فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان را داشتند که با مقاومت نیروهای امنیتی روبرو می شوند. در نیمای شب یک تغییرات نیمی در یک واقعه در بدخشان را اونجا بود که دوباره شهر قوای امنیتی و دفاعی بدست آوردن. جای خوشبختی است که دشمن سیلاسا با بالای قوای امنیتی ما عملات تهاجمی را انجام دادند که تعداد تلفات بیش از حد داشت. قندوزیان هم شب مرگبار را پشت سر گذاشتند. جنگی که از ساعت 2 بامداد بدین سو 11 کشته و 39 زخمی بر جا گذاشته است. بیشترین تلفات را غیر نظامیان بر دوش کشیده اند. بعد ما 9 دیش کسان زخمیان شفخانه تراول شویدی و 11 جسدون راول شویدی در طول تداوی پا وقت سر شویده و لا جریان لری. بدبختانه چه داغ جنگ خب پایل نلری، من غوثم پا تشویش کیو چه زمان دیر زید وطنوال با پا کرونو که لزخمی پراتوی. با این حال طالبان مدعی شدند که در منطقه آستانه ولسوالی آبشار پنجشیر هم حمله های داشتند، اما مقام های محلی آن را شایع می خوانند. به زور بیاین بالای ما حاکمیت پیدا کنین، هرگز شما بالای ما حاکم شده نمی توانین، ما آماده هستیم در مقابل شما با تمام نیرو، با تمام زور و خواد در مقابل شما می جنگیم و شما را شکست می دهیم. نزدیکترین درگیری به پایتخت با طالبان در ولسوالی گلدره کابل صورت گرفته است. هرچند مقام های امنیتی کابل در این مورد چیزی نگفتند. در کوچه و پس کوچه هلمند جنگ میان نیروهای دولتی و طالبان ادامه دارد. به گفته وزارت دفاع ملی در حمله هوایی 112 جنگجوی طالب کشته و زخمی شده که در میان کشته شدگان 30 عضو پاکستانی شبکه القاعده نیز بودند. در این حال جو بایدن دستور داده که برای جلوگیری از پیشروی طالبان بمب افغان های B-52 موضع های این گروه را در افغانستان هدف قرار دهند. روزنامه دیلی میل به نقل از منبع های در وزارت دفاع آمریکا گزارش داده که پس از پیشروی های طالبان و حمله های گسترده این گروه در ولایت های قندهار، هلمند و هرات، رئیس جمهوری آمریکا دستور حمله بر موضع های طالبان را صادر کرده. در این گزارش آمده که بمب افغان های آمریکایی از قطر این حمله ها را انجام می دهند. پیش از این جنرال کنت مکنزی هم گفته بود که اگر طالبان حمله هایشان را متوقف نکنند، آمریکا حمله های خود را در برابر طالبان افزایش خواهد داد. در سوی دیگر رهبران کشورهای آسیای میانه از بدتر شدن وضعیت امنیتی در افغانستان ابراز نگرانی میکنند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان میگوید که گروه های هراس افغان در بخش های زیر اداره طالبان در افغانستان تقویت میشوند. رئیس جمهوری تاجیکستان در دیدار با رهبران کشورهای آسیای میانه با نگرانی از بدتر شدن وضعیت امنیتی افغانستان گفته که طالبان تمام بخش های مرزی با این کشور را در اداره خود درآوردند. هادی سحر گزارش میدهد. پیشروی های روز افزون طالبان در شمال کشور همسایه های شمالی افغانستان را بیش از هر زمان دیگر نگران کرده است.
رهبران کشورهای آسیای مرکزی تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان و قرقیزستان روز گذشته در ترکمنستان در پیوند به وضعیت امنیتی افغانستان بحث کردند. در این میان رئیس جمهوری تاجیکستان میگوید که گروه های حرس افغان در بخش های زیر اداره طالبان در افغانستان در حال شکل گیری و تقویتند. در حال حاضر گروه طالبان بر تمامی مرز مشترک افغانستان با تاجیکستان کنترل دارد. شماره از سازمان های حرس افغان به گونه فعال موضع هایشان را در این بخش ها تقویت می کنند. وزارت دفاع روسیه هم جیت‌های جنگی خود را در مرز با افغانستان جابجا کرده است. تصویرهایی که وزارت دفاع این کشور نشر کرده نشان می‌دهد که جیت‌های جنگی در مرز افغانستان به پرواز درآمده است. اینا حراس زیر دارند که امکان دارد که گروه‌های داعش و امثالش از کشورهای مثل لیبیا و سوریه و اینها انتقال داده شوند به سمت شمال و اینا بتونن مشکلات را هم در آسیای میانه کشورهایش و هم بتونن که برای چینی‌ها در قسمت سینکیان ایجاد بکنن. از سوی هم چین اعلام کرده که فرمانده نیروهای مرزی این کشور در مرز با افغانستان را تبدیل کرده است. چین هم نگران نفوذ گروه های حرس افغان از خاک افغانستان به این کشور است. ملل متحد همچنان آمریکا و انگلیس اینا باید سری پاکستان همچنان سری طالبا فشار وارد کنند که از جنگ دست بکشن و به میز مذاکره حاضر شوند. این در حالی است که این روزها مانور نظامی کشورهای آسیای میانه در مرز با افغانستان هم در حال اجراست. مانوری که قرار است تا 3 روز دیگر هم ادامه یابد. روایت ها از نشست ویژه شورای امنیت سازمان ملل در مورد افغانستان متفاوت است. نماینده دائمی پیشین افغانستان در سازمان ملل تاکید دارد که بخش دوم نشست پشت درهای بسته بوده و نتیجه آن در نزدیکی ها اعلام خواهد شد. اما آنچه از این میان بیرون خواهد شد به سیاست دولت افغانستان در سازمان ملل برمیگردد. برخی فعالان سیاسی در پیوند به نتیجه نشست زیاد خوشبین نیستند. میلاد سیار گزارش می‌دهد. چشم انتظارها به تصمیم شورای امنیت سازمان ملل در مورد جنگ و صلح افغانستان. نشست ویژه دیشب پایان یافت. این اجلاس ما را به تصامیم کلان و جدی شورای امنیت سازمان ملل برای تطبیق اقداماتش نزدیکتر ساخت. اما فرستاده دائمی پیشین افغانستان در سازمان ملل در گفتگو با تلویزیون یک تایید میکند که بخش دوم نشست پشت درهای بسته برگزار شد و در روزهای نزدیک شورای امنیت سازمان ملل نتیجه آن را بیرون خواهد داد. این که چه نتیجه بیرون خواهد شد بر بنیاد گفته های آقای صیقل به سیاست دولت افغانستان برمیگردد. تنها یک جلسه نبود، یعنی یک جلسه بود علنی که در پهلوی نماینده خاص سرمنشی ملل متحد و کمیشنر حقوق بشر افغانستان و همچنان نماینده رسمی افغانستان خود اعضای شورای امنیت اظهار نظر کردند و در خاتمه یک جلسه بسته داشتند. طالبان که به عنوان یک طرف قضیه جنگ و صلح افغانستان شناخته می شوند، تاکید دارند که هر گونه موضع گیری سازمان ملل بدون حضور این گروه به جنجال های افغانستان می افزاید. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان تاکید دارد که سازمان ملل باید نگرانی های خود را در یک تماس نزدیک با طالبان شریک کند. گفته های طالبان در حال مطرح می شود که در نشست ویژه شورای امنیت نگرانی های جدی مطرح شد که طالبان حمله های خود را به شهرهای افغانستان افزایش دادند. بالای ولایت حمله می کنند و در حملاتشان از کشتن و از تخریب هیچ جلوگیری نمی کنند و یک حدود رعایت نمی کنند. این به خاطر گرفتن سهم بیشتر نیست، به خاطر اشغال کشور است. در نشست ویژه شورای امنیت از وضعیت افغانستان گزارش شد. نگرانی های مهم افزایش جنگ و تلفات غیر نظامیان بود. فرستاده ویژه سازمان ملل برای افغانستان و کمیسیون مستقل حقوق بشر از افزایش بی پیشینه تلفات غیر نظامیان در یک دهه پسین نگرانی کرده اند. حتی هشدار داده شد که احتمال تکرار سناریوی تلخ سوریه در افغانستان نیز وجود دارد. زیادترین اهمیتش بر مردم افغانستان است. خاطر که دبرا لایانز گفت که در یک دو شاخه قرار داریم، یا میریم به طرف وضع سوریه یا باید است که موضوع حل شود.
حکومت افغانستان در این نشست از شورای امنیت سازمان ملل خواست تا بیدرنگ گروه طالبان را به قطع جنگ وادار کند. پیش از این نیز حکومت پیوسته گفته که طالبان خشونت ها را افزایش داده و دنبال قدرت از راه زور است. در نشست دیشب هم فرستاده حکومت از جامعه جهانی خواست تا با فشار طالبان را وادار به پیشبرد گفتگوهای معنادار صلح کند. وخامت وضعیت سیاسی و امنیتی افغانستان یقیناً این کشورها را تحت فشار افکار عمومی مردم افغانستان، منطقه و جهان قرار داده و من یقین دارم که این کشورها به زودی سری رسیدن به یک فرمول سیاسی که بتونه نقطه پایان به جنگ افغانستان بگذاره حتما به نتیجه خواهد رسیدن. در این میان انتظار می رود تا شورای امنیت سازمان ملل با موضوع گیری تازه میان میدانهای جنگ و صلح افغانستان پل بزند و در پایان روز از آتش جنگ کاسته شود و خوشبینی ها در پیوند به تامین صلح در افغانستان افزایش یابد. پیکر دواخان میناپال رئیس مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت امروز به خاک سپرده شد. در مراسم خاک سپاری میناپال شمار از مقام های ارشد حکومتی، عضوهای مجلس نمایندگان و برخی از فعالان سیاسی و رسانه‌ای حضور داشتند. بشیر احمد شیرزاد گزارش می‌دهد. آمدند تا پیکر بیجان دواخان میناپال را به خاک بسپارند. دواخان میناپال رئیس مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت بود که دیروز در پی حمله تفنگداران وابسته به گروه طالبان در دارلمان کابل جان باخت. اشتراک کنندگان این مراسم میناپال را یک شخص صادق، وطن دوست و مبارز می خوانند و می گویند صدای میناپال خاموش نخواهد ماند. اغغک سی میناپال پورته کرده و ده فتنی، ده تجاوز او د تیاری پوراندی هغه غغبه مونټول ام دس از وان دی ساتو مونټول مینپالان یو مینپال رانه واخسته په زرها او نور مینپال په دی وطن کې سته په بلیون ها او نور مینپالان په دی وطن کې سته یو وطن اس ما راه خود را انتخاب کردیم که به پیش میریم و متوقف ساختن نمیتونه، هیچ چیز ما را متوقف ساختن نمیتونه. درست اینا مینپال شهید ساختن، یک بچه کاکا و ایار وطن از شهید ساختن، مگر در این وطن میناپال خیلی زیاد است. بستگان میناپال میگویند که این پنجمین عضو خانواده ایشان است که از دست میدهند. آنان بر ادامه راه میناپال تاکید میکنند. زمان در کورنی در اولین غم نده، تقریبا پنزه جنازه دوستان خبری در بازی، پنزه جنازه از مرلک کور و تلیدید. پنځه جنازې او دا لاره به ادامه لري، موږ شاته نه ګرځو او له دولته مې غوښتنه او تقاضا دا دی چې زموږ د شهید میناپال عاملین ونیسي او قانوني چلند ورسره وکړي. جان باختن میناپال واکنش های تند در سطح ملی و جهانی را هم برانگیخته است. کاخ سفید با نگرانی از ادامه خشونت ها از سوی طالبان و ترور دواخان میناپال میگوید که اعمال اینچنینی طالبان آنان را در بدست آوردن مشروعیت جهانی کمک نخواهد کرد. اگر طالبان خواهان مشروعیت جهانی هستند، این اقدام ها مشروعیت مورد نظر آنان را به دست نمی آورد. آنان مجبور نیستند در این راه باقی بمانند. می توانند انرژیشان را برای روند صلح هزینه کنند. دواخان میناپال دو سال به حیث معاون سخنگوی ریاست جمهوری کار کرد و 4 ماه پیش به عنوان رئیس مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت گماشته شد. او دیروز هنگام برگشت از مسجد به سوی خانه‌اش در کابل با ضرب گلوله چند مرد تفنگدار کشته شد. طالبان مسئولیت قتل میناپال را بر دوش گرفتند. همین گونه جنگ در کشور هزاران دانشجو را از رفتن به دانشگاه محروم کرده. از میان 11 ولایت که دروازه دانشگاه ها برای دانشجویان باز شده، در 5 ولایت آن دروازه دانشگاه ها به دلیل نبردهای سنگین بسته است و در سمنگان هم بیشتر دختران به دلیل ترس از طالبان نمی توانند به دانشگاه بروند. تأثیر زیانبار نبردها بر دانشگاه ها. از میان 11 ولایتی که دروازه دانشگاه ها برای دانشجویان باز شده، تنها در 5 ولایت آن دانشجویان می توانند به دانشگاه بروند. جنگ دروازه دانشگاه ها را در ولایت های قندوز، نیمروز، جوزجان، بادغیز و قندهار بسته و هزاران دانشجو را از فراگیری آموزش محروم کرده است.
برخی عضوهای مجلس نمایندگان طرح بازگشایی دانشگاه ها را در ولایت های نام زیر پرسش می برند. فعلا خو حالت است که تازه اینا حکومت خود در ولایت نیمروز یا در مرکز نیمروز در شهر زرنج اعلان کردن. حالا ببینیم که اونا چی برنامه داره در راستا، میتونن که با مشکلات مردم، با خواستای مردم در مورد کسب تحصیل، تعلیم، عرض خدمات صحی و سایر امکانات رفاهی بر شهر بر مردم میتونه در این زمینه کار را انجام داده. در کنار این، ولایت های هم که دروازه دانشگاه ها در آن باز شده و دلیل بسته بودن راه ها از ولایت های دیگر، دانشجویان نمی توانند به دانشگاه هایشان بروند. به دلیل از اینکه جنگ و ناامنی شدت گرفت، دانشگاه بسته شد، به اون دلیل آمدیم کابل. اصلا امکان نداره که کسی درس بخونه. چگونه، چه قسم، از کجا، چه قسم مالی، مثلا از ولایات مختلف، ولایات هایی که دوردست از قریاجاتی که مثلا دوردست از تحت تصرف طالب هاست، و چگونه بیایند، چگونه اینو مثلا بخواهن که یاد درس آغاز بکنن. بیوه داریم، یتیم داریم، هر روز ما را میکشن. ما چطور بتانیم با ذهن آرام بریم درس بخونیم؟ پیشنهاد من این هست یک جوانمی است که بگذارن و فضای امنیتی این کشور را آرام بسازند. وزارت تحصیل و تعلیم می گوید در هفته آینده دروازه دانشگاه ها در 10 ولایت دیگر هم باز می شود. اما باورها بر این است که اگر دستور بازگشایی دانشگاه های دیگر هم داده شود، در بیشتر ولایت ها به دلیل شدت نبرد ها و افتادن ولسوالی ها به دست طالبان امکان حضور دانشجویان اندک است. در تخار سایه دانشگاه آن خط نبرد میان طالبان و نظامیان است و در بدخشان هم تنها مرکز این ولایت زیر کنترل حکومت است. سایه پانتون فعلا عملا خط جنگ ماست و اوج سایه جنگی است، سایه آسیب پذیر است، هم برای استاد هم برای محصل دشوار است که در اوج حضور پیدا بکنند. به او خاطر ما در تلاش ازی هستیم که سایه جنگ از پانتون دورتر ببریم. نگرانی از این است که اگر وضعیت همین گونه ادامه یابد و فضا برای فراگیری آموزش و پرورش فراهم نباشد، روند ترقی افغانستان هم شدید ناسیب می‌بیند. یکی از پیامدها و زیانهای منفی موجودیت و تداوم جنگ در کشورها، عقب‌مانی این جامعه از بحث تحصیلات عالی و نظام آموزش و پرورش هستند. وزارت تحصیلات عالی برای آغاز درس‌های دانشجویان در ولایت‌هایی که در آتش نبرد می‌سوزد و دروازه‌های دانشگاه‌ها بسته است، هنوز طرحی ندارد. این حاد نگران است که وضعیت امنیتی روند آموزش و پرورش را هم در بسیاری ولایت‌ها گروگان گرفته است. جنگ و ناامنی تأثیر منفی بالای روند آموزشی به جا می‌گذارد. در ولایاتی که سطح خشونت‌ها بلند است، چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم، این روند تحت شعاع قرار می گیرد. هم‌اکنون هزاران دانشجو به دلیل نبردهای شدید در ولایت ها از فراگیری درس ها محروم شدند. برخی آنان در تماس تلفنی با تلویزیون یک از طرح بازگشایی دانشگاه های ولایت هایی که بیشترین ولسوالی های آن زیر تصرف طالبان است و یا در آن جنگ شعله‌ور شده است، انتقاد تند دارند و خواستار راهکار دیگری برای ادامه درس‌هایشان در وضعیت کنونی شدند. مسئولان محلی در هرات در واکنش به سخنان دیروز مجیب الرحمن انصاری میگویند که ابراز نظر شخصی مربوط به شخص است، اما کسانی که منافع ملی را زیر پا کنند با آنان قانونی برخورد می شود. جنگ راه حل نیست. مجیب الرحمن انصاری، روحانیه که بیشتر شهروندان کشور او را از ابراز نظرهای پسینش میشناسند، یا در برابر بانوان یا هم در پیوند به جنگی که حالا میان دولت و طالبان در جریان است. آتش بس کنید فوراً تا اینکه آقای انصاری دیروز در سخنرانیش خطاب به افرادی که بر ضد طالبان تفنگ برداشتند میگوید که اجازه نمیدهد به خاطر منافع شخصیشان جوانان هرات و شهر هرات را ویران کنند. هم خانه ویران شده. این روحانی هرچند از کسی به گونه مشخص نام نمی برد، اما می گوید که دست های وجود دارد که برای ویرانی شهر هرات کار می کند. ما اجازه نمی دهیم که شهر به ایران بشه، اجازه نمیدهیم که جوان این شهر به خاطر منافع شخصی یک عده‌ای که قدرتشان و ثروتشان در خطره این شهر خراب بشه.
او همچنان به کسانی که بر ضد طالبان تفنگ گرفتند میگوید که طالب تا زمانی که در چشت و اوبه بود پاکستانی و پنجابی نبود، اما حالا که به دروازه های شهر رسیده پاکستانی و پنجابی شدند. روز گذشته هم محمد اسماعیل خان که رهبری نیروهای مردمی را در هرات بر عهده دارد گفت که شماری از عالمان دین از او خواستند که دست از دفاع هرات و جنگ بردارد. علمای که آمدن رکسه اونا کسایی بودند که بیشتر طرفدار طالب بودند. ما گپ دار نه ما قبول کنه نه ولی سب قبول نه پیش خودون حرف زدن، یعنی گپ بخاطر مصلحت مردم و بخاطر بیبود اوضاع گپ مولای سیبان نبود. مسئولان محلی در هرات هم در واکنش به سخنان آقای انصاری میگویند با کسانی که منافع ملی را زیر پا میکنند برخورد قانونی خواهد شد. ما شورای عالی علما داریم رسمی، ما بیشتر اهمیت به فیصله های شورای عالی علما در است مولای سید خدا داد است، با اونا هم احترام داریم هم صلواتشان است. ابراز نظرهای شخصی مربوط شخص است، کسی که منافع ملی را زیر پا میگذاره با واکنش مسئولین امنیتی مواجه میشه. وزارت امور داخله هم بارها گفته است با کسانی که به نفع طالبان تبلیغ کنند برخورد قانونی میکند، اما در این مورد خاص حاضر نیست پاسخ بگوید. ماش از من میخوری گفته استاد صاحب تخموجه میگی. نزدیک به یک هفته پیش هم وزیر ارشاد حج و اوقاف هم مجیب الرحمن انصاری را به پشتیبانی از طالبان متهم کرد و او را فروخته شده خوانده بود. در خارج از کشور مطالعات تازه نشان می‌دهد که دریافت واکسین در میان افراد بهبود یافته بیماری کووید 19 ایمنی بدن آنان را به گونه چشمگیر افزایش می‌دهد. نهاد کنترل و پیشگیری از بیماری‌های آمریکا گفته که تزریق یک دوز واکسین به افراد که پیشتر به بیماری کووید 19 مبتلا شدند تاثیر چشمگیر در افزایش شمار سلول‌های ایمنی بدن آنان دارد. این در حالی است که نتیجه یک پژوهش در آلمان نشان می‌دهد که واکسیناسیون بر ضد بیماری کووید 19 جلو مرگ هزاران نفر را گرفته است. از وضعیت هوا و نرخ اسعار هم بدانید. این ترتیب رسیدیم با پایان این مجموعه خبری. از توجه و همراهیتان جهان سپاس. تا درود دیگر، بدرود.